من نمیدونم خارجی ها چه تأثیری موشون داره، ولی من ارضا میشم وقتی این صدا میاد توی موسیقی تبر. پسر جان نمیرم که دوباره بیدار شدی. سخرا ببین چی پیدا کردم. چی؟ سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو. و بالاخره The Rogue Prince of Persia، نسخه متفاوتی از Prince of Persia که به تازگی وارد Early Access شده و تفاوتی که با این نسخه Last Crown خفنی که امسال بازی کردیم به حسابی ترکوندمون و خب اون نسخه های کلاسیک سنداختام و اینا، فرقش اینه که این یه بازی ایندی کوچولوه که سبکش روگلایکه. یعنی سوال ترین چیزی که میتونم بگم اینه که بازی چیزی به اسم سیو نداره. شما هر بار که بازی رو شروع میکنید در واقع وارد یک چرخه میشید که به صورت پروسیجرال، یعنی اتوماتیک، مراحل بر اساس اتفاقایی که پشت پرده میفته ساخته میشه. بنابراین هر بار که شما واردش میشید با یک محیط جدید روبرو میشید، طبیعتا شکلش همونه ولی خب اون چالش های مدار تغییر میکنه. البته بازی های روگلایک سیستمی دارن اینه که باس فایت های ثابت دارن. نمیدونم، اینو من هنوز بازیش نکردم، اولین بار میخوام با هم بریم بازیش کنیم. شاید یه سری آپگرید های داشته باشه که به عنوان میشه روگلایت، یعنی شما یه سری چیزات رو لول اپ میکنید که تو هر چرخه میمونه، از بین نمیره. خب ولی خب برنامه اگه بازی میکنید میبینید میمیرید میاد از اولش و سیو نمیشه، اصولا معنیش اینه که یک بازی روگلایکه. بریم ما هم دیگه شروع کنیم ببینیم ماجرای اینه که چیه، چون این روزها پرنس آف پرسیا حسابی برگشته با لاست گرام که ترکوندنمون. ببینیم ماجرای این چیه که خیلی آرت استایل جالبی داره و موسیقی ها. این بازی بچه ها مهمترین چیز توش موسیقیه. بریم ما هم دیگه شروع کنیم تا ببینیم چی میگه. خب داستانمون با این متن شروع میشه. همه ما داستان شاهزاده پارسی رو شنیدیم، قهرمانی که برای مردم بود، یک جنگجوی مغرور، یک آزادی بخش و موجودی نامیرا جاودانه. اما تعداد کمی به یاد دارن اون جنگی رو که این شاهزاده ما ناخواسته مسببش بود. اون بعد از اینکه باعث خشم هانهای بسیار خطرناک و قدرتمند شد، ناگهان خودش رو در مقابل شمنها و جادوگران اونها دید و سه شب بعد در حالی که از بیهوشی برمیخواست سنگ پرتاب کنه عزیزش رو از دور گردنش برداشت و به هوش آمد. و اینجاست که اون داستانی که میخوام براتون تعریف کنم از اونجا شروع میشه. Evil Empire استودیویی که یکی از سازنده های Dead Cell بوده، دو تا سازنده های Dead Cell، این یکیشون بوده، این بیشتر کمکی بوده واقعیتش، Ubisoft. ولی خب این دیگه بازی خودشونه و یک Prince of Persia با موسیقی زیباست و آرت استایل خفن. وقتی برای طرف کردن ندارم، باستی زودتر برم جلوی هانها رو بگیرم قبل از که اونا به شهر برسن. خب ببین، هر بار که شما وارد بازی شید تقریبا اینا همش تغییر میکنه. خب او بیبی تیر کم او جوی مالا آبا نارم سد که از اون بازی هاست که خسته از سر کار میای میخوای یه موسیقی زیبا گوش کنی. الکترونیکی چی میشه؟ میدوه؟ میدوه؟ واو، پس این یه دار رفته روی کارهای اونا. وای چقدر دود اونجاست، دیگه خیلی دیر شده، اونها رو احتمالا دارن به شهر حمله میکنن. حالا من چی کار کردم؟ امیدوارم که مردم تونسته باشن فرار کنن. پس ما با خشمی که در آوردیم باعث این اتفاق بیفته. سکه ها دست میاد، یک دو سه کنباش داره به اون میگه هول اسپیشال اتک. حالا آره بی طول زمونه، یعنی تیر کمونه بود. خب ببین چجوری برم بالا، نه دیوار برم بالا. سکار برون
خب پر نمیشه. برای که روی چیزی بپریم با دایره یا بی آخ میپریم این بر آخ این چیه؟ سب کن ببینم من تو رو بکشمت بیرون. آه شاهزاده من، بالاخره شما اومدی، ولی فقط شما میتونید پرشیا رو نجات بدی. نگران نباش من تو رو میارم به جای امنی. من تو رو نجات میدم، تو و بقیه پارسی هایی که توی این نبرد کشته شدن. ای بولای عزیز من، رود حساب میکنم، ناامیدم نکن. بولا سلاحشه، نه حال کجا استفاده میکنن ازش. اینجا آمدم این کار را کنیم، اینجوری بگیریم بریم بالا، با الو بزنیم بریم بالا. بریم این بر مرابر نگم داریم، یک از جغتش رو میدیم اون دنیا. اینجا چیه؟ خب مثلا یه چیزی که توی پرینس آف پرشا لاست کراون نبود همین دیوار دویدناش، درست میگم؟ آه با لغت هم بودیم بزنیم بکنیم شون چیزا، ولی چه حس خوبی داره، ذهن آدم رو خوب درگیر میکنه. میگه اگه دشمن ها با همیگه درگیر ترکیب شدن اونا استار میشن، یعنی چی؟ آه بخورن به همیگه استار میشن، یا اون یکی استان شد، یعنی یه دشمن رنگ میبینیم جلوی اون یکی با مثلث بزنید بخوره به اون یکی، نگاه کن سرش گیج میره. او براش آی علا حضرت، آی بیا منو بگیم من میبرسونمت، ولی من نمیتونم. چه اتفاقی برای دستت افتاده؟ آی اون جادوگرها با جادوشون این کارو کردن. سب کن اونها از اون چیزی که من فکر میکردم بسیار خطرناک دارن. هان منظورش چیه؟ نظرتون منظورش مغول هاست؟ این رو باید میزدیمش توی این حواس ها نبا. نظرتون پایین چیه؟ ناکنگ میگه یه دشمن رو که آبی داره، یه دونه دیوار دفاعی داره، اگه بهش لغت بزن میپره اون چیزش. مثلا اونو بکنیم توی اون تا قرمز شده وقتشون. دقیقا خب این الان باید ببینیم قضیهش چیه. اینجا الان بکنم یه سیوی میشه که دیگه میتونیم بهش فست ترابل کنیم. البته میگم بازم سیستم اینه که هر بار که بیاد یه اتفاق میفته، یه تکراری نیست. از پایین میتونستیم بریم از بالا. خیلی درگیر این که بخواید راز ماس پیدا کنید نشید توی این بازی. چرا؟ چون میگم پروسیجوراله، ثابت نیست. البته احتمال رازهایی توش هست. این چی بود؟ بالا دایره پایین. آره خب آبی رو نمیتونه دفع کنه. این یه سه بریگه شد. الان میتونم از این به این تلپورت کنم و بیام مثلا منم پایین ببینم چی بود. یه دونه دیگه اینجا باز شد، یه گنجه پیدا کردیم. چی؟ A small bag of gold و چاکرام. چاکرام چیه؟ بزنی بنام شستجوی محیطی اینا برا. خب حالا برای بجای که برم بالا اینو میزنم میام اینجا. چقدر موسیقیش خوبه. بالا بیا پایین.
چقدر دشمن؟ اینا همش پوله. هی الان خب کاری که بکنم اینه، بیام پایین، اونو بزنم اونجا، این هم بزنم اونجا، پول راحت. خب اونجا الان سیف شد. آقا باش جفتشون از پایین. از وقت هم جور ماست نیست برم پایین. حالا این سلاح جدید. خب اینو بزنم جورمون پر میشه؟ نه جورمون بگه پرچه. بعد ال بزنم که ال نداریم، پوشن نداریم. یه نفر دیگه. آه قهرمان ما، ما باید تو رو از اینجا ببریم بیرون. تو به کمک نیاز داری. آه چیزی که ما نیاز داریم اینه که شاه اونا رو از بین ببریم. آه نه، اول باید به اونا که زخمی شدن برسیم. نه شما باید نابود کنید اون نیروی شریر شرور رو از ریشه هاش. سربازان صدامو میشنوی؟ نه سرباز چرا صدامو نمیشنیدم چی میگم؟ اون درست میگه، سود نره اینجا وایسم، بعد ادامه بدم مسیرمو. حالا خب اونجا خرابه های آکوداکت اسمشه. چجوری باز میشه؟ باز میشه، باز میشه. زمانی که شاهزاده ما از دروازه رد شد، میزان صدماتی که به شهر خورده بود رو بیشتر دید. آنها کل شهر رو در عرض کمتر از 3 روز گرفته بودن. تو این 3 روز که این بیوش بود. روز 4 عصر. ببین پس داستانشو با این قضیه که ما بیهوش بودیم، الان روز 4 داریم میریم جلو. اینجوری میبره جلو. ایول با آب خوب میشیم. اینم دقیقاً فکر کنم توی پرنس آف پرشیا جدید دیگه بود یا نبود. آره بود، سیو بود اونا در واقع. ولی تو قبلی وقتی آب پیدا میکردیم تو اون کلاسیکا میخوردیم، پر میشد، کیف میکردیم. ولی ببین چند بار مصرفه، زیاد بار مصرفه. اینا چیه؟ الان تو از این برگردم به اون بالایی ها؟ نه دیگه موسیقی های سنگین ها نمیشه بالا تا از یه حدی رفت. The Prince of Persia. اوه بالا بریم. چقدر آرت قشنگی داره این بازی. خب این که قویه. اون چه؟ یه ال بزن هیل شی. آره پایین. یس یک با داریم رفتیم کنسرت. بیبی سم چجور داریم بالا اینا؟ خب اینو مثلثش کنم برای تون. خب بیا این بر مثلث برو پایین. برو پایین. دمج خوب میزنه، دمج سنگین میزنه. مثل که اونا فال دمج دارن. وایسا ببینم این چیه؟ 250 تا هلت بده دیگه، چیزی برامون نمونه که چی بشه. وای این چیه؟ چاکرام سیو چاکرام قوی تر. خب به نظر تو میتونیم الان بریم بالا و آب بخوریم؟
خب نه چیزی مثل آب نیست، حالا بزنیم چیکار کنیم این برداریم شده جون پیدا بشه، یعنی باید تشخیص بده که من به جون نیاز دارم. آه نه بس خرابه، شلوغ و خراب. اینو گنجره پیدا کردم برم جون به اون بده. این چیو؟ تبر. تبر. خب بعد تبر بعدم چی میشه؟ خورت قویمون میشه تبر. واه این چیه؟ فرست اید همینو میخوام. برو بریم برای تبر. پدر پدر سوخته. موسیقی های زیبا. بزنش با اون برو جلو. تبری تبریش کن. این چقدر؟ 142. بله به جای 47 142 برو بریم. ببین دیگه شانستونه که دفعه چرخه خوب از کار در بیاد مثل بازی ریترنال. خب الان ما ببینیم میگاه کن از این برکم ادامه داشتیم. کجا بریم؟ مردیم؟ خب از اینه میبینیم چی میشه؟ تا حالا نمورم باید برسیم به اون تایی یه دونه میریم اقعا؟ نه از اول اول مرگ غیر ممکنه به خاطر اینکه اون توسط اون گردنبند ویژهش محافظت میشه ازش، فقط اون رو برمیگردونه به زمان به جای امنی. اون هم اون تنها کسیه که این چرخه رو میبینه و هی براش زمین از نو تکرار میشه. دوباره امتحان کن تا زمانی که رای برای نجات پادشاهی پیدا کنی. دوباره برگشتم به اون صحرا و اون سراب. صدمه ای نیدم ولی به نظر میرسه و به نظر میرسه گردنبندم درست داره عمل میکنه. ولی خب این دقیقا منو درست به همون جایی که باید اول راه برمیگردون برنگردونده، به یه جای دیگه برگردونده. 3 روز بعد از اینکه به شهر حمله شده برگشتیم به 3 روز. اینجا بکنه الان توی پولامون رو خرج کنه. باره من سخره هستم. خب تا بالاخره سر پا شدی. بگو ببینم، تو الان 3 روز بود بچه توی رخت خواب افتاده بودی، چه خبره؟ آخه به نظر میرسه این گردنبندم منو دقیقا به اون دورانی که قبل از حمله هانز ها بود برنگردونده، به یه دوره دقیقا لب حمله شون برگردونده. بگو ببینم بچه جون همه چی خوبه؟ حالت خوبه؟ به نظر این مقدار گیج میزنی. نمیدونم، حالا مدار هستم بهتر سخرا، ولی ممنون که مراقبم بودی توی این سراب صحرای لعنتی. آره پسر تو ناراحت نباش، تو واقعا بد جوری حالت خراب بود و من تو رو آزادت کردم، میدونی که بهت قضا دادم. آره درسته، ولی خب من بایستی خودم رو جمع کنم و یه راه حلی برای این موضوع پیدا کنم. قطعا شاه اونا الان توی قصره دیگه، بر رسیده به اونجا و الان اعتماد پادشاهی میکنه. اگه بتونم اونو شکست بدم هانها مجبور میشن که تسلیم بشن. راست میگه، بذار ببینم. ولی اون مدار کاریه که برای لقمه بزرگتر از دهنت داری برمیداری، حتی برای تو بچه جون. اینا همیشه یادت باشه. تو چه اتفاقی برات افتاد وقتی باشون روبرو شدی؟ آره خب میتونم همینجوری بشینم اینجا و هیچ کاری نکنم سخرا، ولی آخه این هم رسمشه. زاگروس ویلیج. او مای گاد، روستای زاگروس. چرا روی یوسف اینو فارسی نکرده؟ آره صحبت کنم نمیشه فارسی کرد. خب اینجا چقدر آروم شده، به نظر میرسه همه از بین رفتن. اینجی این دفعه از زاگروس شروع شد. اون چه درخشش عجیب و غریبیه.
به نظر میرسه که یه ربطی به هانها داره. این چیکار میکنه؟ اینجا روح‌های درخشان هستن. شما میتونی اسپریت گلیمرها یا روح‌های درخشان رو در این اینجا بپردازی و آیتم‌های جدید باز کنی و در چرخ‌های بعدی از اون آیتم‌های جدید استفاده کنی. وقتی که درون لول‌ها حرکت می‌کنی تو میتونی این ارواح درخشان رو به دست بیاری. حالا یا از نظر یه سری چیزایی که جمعشون می‌کنی یا دشمنا رو که می‌کشی بهت میده. اوه دشمن جدید. دمجشون بالاست دا خودمون ما. این تیرکمون یه چیزیه که خودش با زدن دشمن ها باز میشه رفته رفته، ولی دمجش هم خوبه. یا چهار تا دیگه اینا به دست آوردم. بابانا بابانا اینا رو بعد بزنی. اونجا آب پیدا کردیم، بریم برش داریم. شما فال دمیج ندارید. بیا هلت خوب بهمون داد. خب تیرکمون مال خودم 98ه، اون 119 است دیگه. از همون اول ببین، بازی روگلاک اصولا اینجوری هن که شما چیزی که بر میدارید اون هی سعی میکنه جلوتر هم همونو بهتون بده. عموما اینجوری هن. پس اون سبکی که دلتون میخواد تو اون دور بازی کنید بچینید سلاحاتونو. این اول بخش پایین. مراقب باش. خب الان من مردم. خب برمیگردم اینجا. چرا این گردنبند من رو برنمیگردونه به قبل از حمله هانها؟ اونجوری بهتر همه چیز آسونتر میشد. حالا یه چیزی که فهمیدم اینه که این ارواح بنفشی که ما پیدا میکنیم باید برسیم به اون مشعلا که سیف شه. الان فقط 5 تاش برام سیف شده، همش سیف نشده. اینا هم میتونم بخرم یعنی چی؟ آها داره به اون نشون میده که ما میتونیم این ارواح بنفش رو مثلا 50 تا یا 30 تا بدیم اونا رو بخریم، گرپلینگ هوک یا شمشیر رو بخریم، تو دورهای بعدی در حینی که داریم تو چرخه میریم اینا رو پیدا میکنیم. ولی یه دونه داریم اینجا به اسم اینر لایت، میگه کمک میکنه که یه دونه کمپ فایر یا آتیشی کنار چه میدونم اون چادر پرنسس ما ظاهر بشه که با متمرکز کردن آتش پرنس میتونه روش تمرکز کنه و یه ابیلیتی های جدیدی باز کنه. خب این چیز خوبیه، فورجش کن. خب مثلا اگه ما بریم اون بچ میتونیم بریم بالا. این آتیشه رو میگفت. آها اینا چقدر اینا هم هزینه داره. بله مثلا ماکسیموم هلتش بره بالاتر، یا هر بار که شما وارد لول دو یه لول جدید بشین دو تا دونه اسپریت از این چیزا بهتون میده، تا از این بنفشا بهتون میده. خب چیزای خوبیه. بریم یه چرخه دیگه شروع کنیم. پسر جان میبینم که دوباره بیدار شدی. سخرا ببین چی پیدا کردم. چی؟ چطور ممکنه؟ آره هانا اینا رو درست کردن. اونا یه سری ارواح درخشان هستن. شاید این منبع قدرت همین هان هاست. جالب شد. آره شاید ما بتونیم از اونا استفاده کنیم و یه اسلحه های جدیدی بسازیم. درست میگی. ای بابا بیخیال، به حال تو بهترین آهنگری هستی که من میشناسم و باهوشترین و تواناترین. البته ای باشه این تعریفاتو برای خودت نگه دار، فعلا بریم کارامون انجام بدیم. من یه چند تا ایده جالب به ذهنم رسیده. خب اینا رو گفته دیگه. من نمیدونم خارجی ها چه تأثیری روشون داره، ولی من ارضا میشم وقتی این صدا میاد توی موسیقی. این بازی استراحت کردن منه احتمالاً. باش استراحت میکنم. بریم ببینیم میتونیم به باس فایتش برسیم. بعد جونمون رو حفظ کنیم. همون اول کار. وای یه سلاح جدید داد. خب اینجا رو ببین. من هیچ وقت چنین گردنبندی نیده بودم.
احساس میکنم یه قدرت بسیار زیادی درونش وجود داره. این چیکار میکنه؟ وقتی لغت میزنیم به دشمن، رزین از توش میزنه بیرون. میگه مدالیون ها یا گردنبند ها آیتم های بسیار قدرتمندی هستن که بستگی به اون کاری که انجام میدن میتونن بسیار قدرت ویژه‌ای به شاهزاده ما بدن. مدالیون ها رو میتونید توی جعبه های مختلف و توی مغازه ها پیدا کنید. به شکل چیزای یافتنی از کشتن باس های گندم به دست میاد. خب الان یه دونه شمتون بذاریم. این یکی رزین میداره و ببینید منظورش. این ماده از زیرش بزنه بیرون. به هر کی بزنیم یه دونه لغت اینجوری زیر پاش این چیزا بزنه بیرون. خوبه. چه جالب داریم میبینیم. خب الان اینو که برمیدارم اگر میخوام بمونه بعد خودم برسم میدونم مشعلا. اینجا چه خبره؟ ببین دوستانم برو. به نظر میرسه هنوز مردم لباساشون روی بند پهن بوده وقتی حمله اتفاق افتاده. وای مردم بیچاره با سرعت فرار کردن. خوب که داستانی داره هر از مدتی. داکان الان چی میشه؟ اونا الان کنم چسبی میشن. آره تا یه مدتی نمتن تکون بخورن. و این فقط مال این دوره دقت کنید بچه ها، مال همه همیشه نیست. هر دوری وقتی یه دور شانستون زد چیزای خوب دستتون اومد بره دیگه برای باس فایت کنترلش کنید که تون برسید به باس فایت. اصلا میتونید اینا رو، اینایی که میبینید اینا دار علکی ملکی ها رو خبال بایسا لغت خب رسین چیکار میکنه؟ بکنم رسین به در این میخوره که مثلا آتیش ایجاد بشه، یه جورایی مثل این لعنتی خیلی قوی ها. این اون دفعه هم همین زد کشتمون. او در پیدا کردیم. این در چیه؟ خب دو تا سلاح جدید. این تاکسیک پروجکتایل یعنی تیر تیرکمونمون سمی بشه. این هم خود تیرکمونمونه. اون به مال خودم الان. اونی که 119 است مال خودم نه. این الان شد 119. این هم سمیش میکنه احتمالا. خب میگه بعضی از مدالیون هایی که پیدا میکنه میتونه برای آپگرید کردن مدالیون های قلبتون استفاده بشه. این مدالیون ها کنارشون یه دونه علامت سبز رنگ داره که اینجوری یعنی برای آپگریده. ولی اگر اون مدالیونی که پیدا میکنید و جایگزین مدالیون لول اپ شده بکنید، مدالیونی که لول اپ شده از بین میره. مثلا بذارم اینو بذارم روی این از بین میره. اینجا بذارم هیچ خبری نیست. چی میشه؟ آقا باش داشم ایه. سلاح های متفاوت داریم. 34 119 دوتوش 119 است. مهم نیست. سلام من آزادم. شاهزاده من آزاده. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو که فکر نمی‌کنی من روستامو ول می‌کنم و فرار می‌کنم شاهزاده من. ای بابا برای هانها خب خیلی خطرناکن. نه نگران نباشید، من از خودم میتونم مراقبت کنم و کمپ هانها نمیتونه منو بترسونه. من همه چیزایی که نیاز دارم و دارم. ولی خب باید مراقب باشی آزاده. نگران نباشید، من از چیزی که ساختم مراقبت می‌کنم تا سرحد مرگ اگه لازم باشه. باشه منم تمام تلاشمو می‌کنم که اصلا به اونجاها نرسه. گفتی کمپ هانها؟ آره من خودم اونجا زندانه بودم تا زمانی که سخره اومد نجاتم داد. چی شد؟ میگه خودتو برسون به کمپ هانها. هدف بهمون داد. خیلی دمج میخور خداییش.
مثلا اگه تیرکمون آتشین داشتم میرستم چیز کنم اینا رو آتیشیش کنم. میگه هیل کن برو. میخوام برم بالا. ارزش نداره از اون باید بریم. اینو بزن. ندارم تیرکمون. این خیلی دمیج بزنه لعنتی. پولامون کجا میره؟ هر روز فهمیدم پولا کجا میره. را باشم ایر بیا عقب. اوه چرا سمی شد؟ چجور سمی شد؟ از کجا سمی شد؟ یه دفعه خب همین مراقب باش شران نمیریم. آها پولا اینجا خرج میشه. در طول مسیر من یه جون میخوام. ممنونم 200 تا. خب چیز علکی نخری یا. خب این چیه؟ این یه دونه اسپارتانه. باعث میشه که وقتی دشمنها بخورن توی چیزی 15% از انرژی شما برگرده. انرژی منظورش انرژی تیرکمونمونه. چه موسیقی؟ چه موسیقی؟ اینو نمیخوام لول اپ کنم. میخوام بزنم یه چیز جدیدیه. اوکی. پس الان دشمنمون اگه بگم گردیبار به سودمونه. اون خط تیرکمون 15% بیشتر پر میشه و هر چی لولش بریم بالاتر بهتر میشه. اون پایین خبراییه. چقدر خوب ساختن ویژگی‌هاشو. خب یعنی چالش داریم. یعنی این چجوری برام؟ ببین اون شکاف لای دیواره رو نمیتونستیم بریم. نه وای امیر ریدم توت. مشکل کار میدونی چیه؟ من دارم با دیپت بازی میکنم، تنظیمش کردم رو دیپت بکنم. این بازی خیلی برای دیپت ساخته نشده. خیلی دیگه نامردی بود اون. یه چجوری برم کنم؟ حاجی بیخیار نمیشه. اه دوباره شکست خورم. خب دوباره بیتو بیا حرف بزنیم. ای تو بالاخره بلند شدی. همش همون حرف میزنه. خب آره بلند شدم. ببخشید که وقت ندارم ساخرا. باید برم. وقت نداری؟ به نظر میرسی که یکی از دنده چپ از خواب بلند شده. حواستو جمع کن بچه جون. نه 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 منظورم این نیست. من فقط قضیه اینه که نمیخواد برای من سر سر بنزه. بچه جون یه کسی اومده اینجا باید کار داره. زیادی حرف نزن. برو باش صحبت کن. چی؟ داری از چی صحبت میکنی؟ آه منم جدی صحبت میکنم. برو خودت ببین. آی تو اونجا چی کار میکنی؟ من از میان کوه‌ها و جنگل‌ها گذشتم تا به تو برسدم شاهزاده و سرزمین خودم رو پشت سر گذاشتم. نه این ممکن نیست. تو کی هستی؟ من هیچ وقت تو رو هیچ جایی ندیدم و هیچ راهی نداره که تو الان اینجا باشی. منظورم اینه که نگران نباش شاهزاده. فقط اجازه بده که من یه مدت اینجا استراحت کنم و بعدش جواب سوالاتو میدم. باشه من اگر برم تو یعنی همینجا میمونی با تمام حافظه و خاطراتت؟ یعنی من اگه برم و بیام زمان عوض شه از بین نمیره؟ البته من حتی یه سری غافلگیری هایی هم برات دارم. پس اگه بمیریم داستان بهمون میگه. چقدر عجیب. تنها آدم دیگه ای که توسط چرخه زمان روش تأثیر نذاشته تو هستی.
حاجی بالا بریم چی میشه؟ اه بریم کمپ هانها، بریم جای جدیدی. چجور را بریم؟ اوه. الان این دفعه بریم خیلی جلو؟ نه این دفعه از روستای زاگرس شروع رو میکنیم. آه من اینجا رو میشناسم، باستی این دفعه ولی مراقب تر باشم. آه پس هر وقت یه منطقه رو میریم جلو میتونیم بهش فست تراول هم بکنیم یکم. جلم اون زیر زمین هست دیگه. ببین یه مقدار شما میتونید جهت بدید. خب من داشتم با دیپت بازی میکردم اون موقع جهت رو نمیتونستم بدم. یعنی بگم جهت بدید بدتر داریم میرونیم. جاب پدر پدر سوخته. نه اینو بزن تو اون. حالا اون آبش از بین میره میپره میبر مربع نگم داری بریم تو سینهشون تمام کنیم باز کنم. چه موسیقی میزنه این بازی کن. برو پایین پول شما میده یا نه؟ آره بیا پایین. ای بابا چه نمیشه یه رد کن بیا. من باقتش بخوام بگم من اون با دیپت رو ترجیح میدم. اصلا بازی های دوباره با دیپت حال میکنم. من اون قبلش هم که بازی میکردم اون به خاطر که بعد جهت میدادم با دیپت بازی میکردم. میگم با راضی شدم اونجوری بازی کنم. بازی چی کار داریم میکنیم فقط؟ به اونجایی که هیچ چیز نمیتونیم بریم. دیوارا باید دقت کنید سوراخ وسطش نباشه. واه اونجا مردم رو گرفتن. چقدر داستان داره. اوه همونهایی که میگیرن دارن تبدیل میکنن به آدمای خودشون. بله لول اپش کرد اون یکی رو. وای اونو لول اپ کرد اون زد اونو کشت. عوضی خب پس هانها دارن از همون ارواح درخشان استفاده میکنن با یک سری مراسم های شیمنیشون تا بتونن این کار رو انجام بدن. آره ولی به جای اینکه بهشون کمک کنن به مردم اونها رو تبدیل میکنن به بیرحمتر و بدجنستر. انگار که اون طرف که تبدیل میشه کنترل بدنش رو از دست میده. وای چقدر آمدیم بالا. خوب حرکت زیبایی بود. کم فاصله بگیر یه نینا بزن یکی دیگه آسد باشه امیر. ماله چقدر چیزای جالب داره. آه یه دونه چیز داریم، یه دونه مأموریت، دستور مأموریت داریم از طرف بروده. حواسش بروده است. پس ببینیم چی میگه. من اون مرد رو خودم گرفتمش. اون عوضیه به درد نخور رو. اون یه جایی توی آکادمی قایم شده بود. من مسیر رو جلوش رو میگیرم تا اون نتونه به خروجی بیرونی برسه تا بتونیم شاهزاده رو بگیریم. آه قضیه چیه؟ میخواد من رو بگیرن؟ بهتره برم به سمت آکادمی. خب الان آکادمی هم باز شد. میتونیم دفعه دیگه از وقتی میمیریم به آکادمی مستقیم بریم. خب میگه شما یه جور نقشه ذهنی دارید که این نقشه ذهنی داستانهایی که در طول بازی به دست آوردین رو بهتون میگه. و البته مثلا یعنی اینجا یه راز داریم، این که یک کسی زندانی شده توی کمپ جنگی هانها. میگه برود یه نفر رو توی آکادمی زندانی کرد. من برام کیو زندانی کرد؟ برود اینه دیگه احتمال. اینا برود. برود جنرال هانها مسئول کسیه که منطقه بیرونی خندق رو زیر نظر داره. اون زنه. اون و افرادش به هر پارسی که نزدیکشون بشه حمله میکنن. بروده؟ پس میشه بروده. احتمال خاصا میگن رودابه ولی گفتن بروده. آجی اون بالا چی بریم آخه؟ این بر بگیرم ایم. خب به جای این معلوم بگیرم بر بگیرم.
عوض نشد. نتونی بریم بالا؟ نه. ای نامرد تو هوا زد. شمشیر و نه بابا جون داشتم باید میخورم حواسم نبود. واقعا خوب عقلشون رسته رفتم با این موسیقیدانه که اسمش یه چیز اسدی حالا یادم نمیاد چی بود اسم پسره، ولی خیلی کارش درسته تو موسیقی. ببین چی میگی دفعه آه ببینم که دوباره بیدار شدی. ای بابا عرفه اینو میگی؟ آره این سفرهایی که توی زمان میکنم و هی میرم و میام مقدار داره خسته کننده میشه برام. چی؟ چی شده بچه جون؟ چی شده؟ هیچی نگرانش نباش. خب من دیگه باید برم پادشاهی هان را جلوشو بگیرم. برمین زودی؟ اما باید تک خودمون روشن کنیم. صدای اون بالاخره اینجوریه یا؟ اینجوریه. هنوز یادم میره. اوه این چیه؟ آه من یه چیزی برات دارم شاهزاده خان. آه میبینم که برای خودت دوندستگاهی را انداختی. آره خب آدم بایستی تمرکز کنه. فعلا بیخیال این حرفا باشو. بیا به این کمر، این گردنبندی که برای درست کردم نگاه کن. این گردنبند در دراویا اسمشه. مردم من اینا رو درست میکنن وقتی که میخوان دعا بخونن. آه پس تو پشت این جادویی هستی که روی من اتفاق افتاده. این گردنبند هم دور گردن هیچ زمان عقب جلو میکنه. تو کار تو بوده. این گردنبند تو واقعا به درد بخور. آره درست میگه. اونها خیلی چیزای قدرتمندی هستن. برای همینه که تو باید یاد بگیری چه جوری درست از اونها استفاده کنی. آه واقعا خوبیه شما رو نشون میده که میخواین اینجوری به من کمک کنید. آه اگه بخوای حتی میتونم برای چیزای بهتر هم درست کنم. چند تا از اون ارواح درخشان تو بهم بده تا برات درست بنازم. حالا میشه اسمتو بهم بگی تا بتونم ازت درست تشکر کنم؟ ای شاهزاده پدر سوخته. دیدی پسر وقتی اگه خوشم میاد اسمتونو میتونم بدم. اسم من پاچیه. آه ممنون پاچی. این خیلی عالی میشه که کمک تو ببینم. خب این مثلا آتش و اینجور چیزا میتونه به اون بده. حالا سوال اینجاست یه بار مصرف یا میمونه؟ یه مقدار گیر داره کنترل چیکار کن. هی انگار میخواد بره با دسته که داره باز کنه قاط میزنه. ولی ببین آب داره چیز داره اگه بذاره آتیش داره که میتونه بشکونه. بشکونش نمیتونه بذاره پول نره. این که اینه. این چی بود؟ آه این اون چیزایی که تونستیم پیدا کنیم. آه فکر کنم به این میگیم بعد توی دورهای بعدمون هی میاد. خب خوبه. اینا هم یه سری آپگریدایی که مثلا میتونیم آبهایی که پیدا میکنیم و آپگریدش کنیم. درسته. خیلی خوب. اینم از این. خیلی بازی جالبیه. به نظرم میطلبی که ادامهش بدیم. داستانش بفهمیم. موسیقی درجه یک. آرت استایل هنرمندانه. یعنی واقعا چه چیزی از این بهتر میتونستن انجام بدن؟ یه آرت استایل متفاوت به سبک کارتون های فرانسوی قدیمی. میگم مثلا فکر کنم مثلا کارتون ملبان زبل اگه بخوایم حسابش کنیم یه جورایی تو سبک اینه. یا تنتن تینتین تو سبک اینه. مثلا اینا بهش میگن کارتون های فرانسوی. یه جورایی خیلی ایده قشنگه و پیشنهاد میکنم خودتون تجربهش کنید. این یه چیزیه که درسته حالا من با هم میگیم داستانشو در میارم اگه خودتون خوشتون اومده باشه ادامهش میدیم، ولی خودتون که بازیش کنید هی چیزهای جدید بهتون میده و اصلا تو گیم پلیش قرارتون میکنه. مرسی که تماشا کردید. تا یه چیز دیگه از همین گیم شو که شاید ادامه همین باشه بس که به خودتون داره که اگه بخواید. مرسی و خدافظ.